خب بذاریم بریم این یکی بگه رو نگاه کنیم ببینیم چجوریه این بگه. به نظر میاد که کام ورزشی بعدی دوره بعدیه چون کوچولو هستش. اینا قطع چاپیشون کوچیک شده بود و به صورت مجله های اروپایی در اومده بود. برمیگرده به دهه 1350. بله. و در ضمن چه رطوبتی، اینا رطوبت خورده با اینکه تو گاراژ بوده و تو بارون اینا نیست، ولی چون هوای ما کالیفرنیا رطوبت داره و این بسته پلاستیک بسته بوده، در حقیقت به یه نوعی گرین هاوس افکت به وجود آورده، دم میکنه و این شرجی و گرما، این رطوبت اون تو میمونه و این صفحات الان خیلی نم دارن. بذاریم چه کام ورزشیه، شماره 1017 سال 19 هم اول دیماه 1352، تیترش هست باشگاه دارایی به زودی باز می شود. یه تیتر گنده تر، مسابقه پرسپولیس و ستاره سرخ بلگراد به سود کرم نیرلو. اگرتون باشه قدیمی ترا، کرم نیرلو فوتبالیست قدیمی تیم ملی فوتبال ایران بود، مریض شده بود، احتیاج به یک سری عملای جراحی داشت و براش مسابقه درست کردن و راه انداختن که پولش و عوایدش رو صرف اون خرجهای بیمارستانش بکنه. و من در اینجا عکس پرویز قلیچخانی رو میبینم که داره یکی از اون شوتهای معروفش رو میزنه. البته مطمئن هستم در این فاصله که با دوربین هست شما به خوبی نخواهید اینو دید، اما حرف من رو قبول کنید، این پرویز قلیچخانیه. این مجله به صورت کلاس بندی شده است. این مثلا ممکنه الان نوشته این کیان ورزشی سال 1352، کیان ورزشی 1359 و انواع و اقسام دارم، اینا اوردراشون حالا باید مشخص شه. این یکی هم فصلی کیان ورزشی قدیم باشه. بله اینا که آورزشی قدیم هن، برمیگرده به 1340، اینا مجله های 1340 هستن. یادتون باشه اینطوری بود و دیگه کا جهانگیر حتما اینا رو یادته، تو ما موقع بچه بودیم ولی شما یادته. انواع و اقسام هست. باز هم من هنوز نوتهای خودم رو اینجا دارم، انواع و اقسام نوت گذاشتم برای یادآوری خودم. بعضیاشون هم فوق‌العاده هستش، که اون ورزشه فوق‌العاده بود. مثلا جام کشتی آریامهر اون موقع که اون ورزشی فوق‌العاده روزنامه چاپ میکرد، این الان روزنامه اون روز هستش. و خیلی اطلاعات هست اینجا. تیم بسکتبال ایران در لندن المپیک 1948، ایران در سال 1948 تیم ملی بسکتبالش به المپیک لندن رفت. اگه بتونم پیداش کنم این صفحه رو. البته در اینجا فقط چند تا عکس هستش، عکس بسکتبالیستا هستش. زیرش هم عکس یه صحنه مسابقه است و جالبه، میگه ناصر نوآموز بعد از مدت غیبت با سمت کاپیتانی تیم ارتش راه دروازه ارتش سوریه را گشود. برای دوستداران فوتبال شما میدونید که ناصر نوآموز کی هستش، که در چند سال گذشته هم در فوتبال ایران نقش داشت، رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود. خود این کیان ورزشی قدیمی خیلی کار داره، چون که
واقعا دیگه اینا دارن پودر میشن صفحاتش و بعد یه فکر اساسی با حالش کرد. ولی خواستم که در این اپیزود یه حالی بهتون بدم و در اینجا بلو بشم راحت شما یه حالی بهتون بدم، اینا رو نشون بدم. واقعا این پروژه کار سختیه ولی میخوایم در یه لول کوچیک شروع کنیم، در یه سطح کوچیک شروع کنیم و اون آرشیو ورزش آبادان هست و میونه رشته های ورزشی هم با فوتبال داریم شروع میکنیم. انشالله بتونیم هیجان به وجود بیاریم و یه سری بچه ها دوستداران رشته های دیگه ورزشی هم تماس بگیرم و بتونیم اون رشته ها رو هم آرشیف کنیم، مثل بسکتبال، والیبال، مخصوصا شنا و واترپولو که ایران مثلا میخوام آبادان همیشه یک پای قهرمانی بود. این پروژه کار سختیه، من 17 سال پیش نمیدونستم که نمیشه اینو انجام داد، وقتی شروع کردم متوجه شدم، بعد ولش کردم. امسال که سایت آبادان به وجود اومد و آبادانیا جمع شدن و فکر کنم به یمن جام جهانی ما شروع کردیم در چند تا از این بلاگ ها و دیسکاشن ها راجع به جام جهانی و مسابقاتش حرف زدیم، با همدیگه آشنا شدیم. البته اینا همه آشنایی های مجازی در محیط اینترنت بوده، خیلی ها همدیگر اصلا تا حالا ملاقات نکردیم. زیباییش هم همینه که انسان ها آبادانی ها در نقاط مختلف دنیا با هم در تماسن و برای همین گفتیم که بعد جام جهانی شاید موقعشه که ما یه حرکتی بکنیم و یه آرشیو به وجود بیاریم. امیدوارم که کمک بکنید، مخصوصا میون شماهایی که آرشیو دستتونه، اطلاعات دارین، عکس دارین، تاریخ شفاهی دارین. یه قسمت مهمی از این آرشیو تاریخ شفاهی خواهد بود، اون چیزی که در دنیای غرب میگن اورال هیستوری، که مدرکی وجود نداره ولی حرفا سینه به سینه منتقل میشه و این حرفا برای خودشون سندیت پیدا میکنن، بهش میگن اورال هیستوری. این خیلی ما توی صحبت ها و دیسکاشنامون و فورم ها راجبش حرف زدیم و بتونیم این کار را انجام بدیم. پروژمونم فعلا تاریخی نداره، مدت زمانش نامحدوده، امیدوارم که شروع بکنیم و در عرض 6 ماه بیایم یه مرور کنیم و ببینیم کارنامه کاریمون چطور بوده و همکاریامون چجور بوده و بر مبنای اون نقشه بریزیم برای 6 ماه بعدی. خیلی ممنون، الوعده وفا، من حرکت خودمو شروع کردم. پس تا اپیزود بعدی فعلا خداحافظی میکنم و صحبت ها رو منتقل میکنیم به فورم در سایت خودمون آبادان. مرسی، مخلص همه، فعلا خداحافظ، بای.